اپ فوتو یه دونه از اپ های خیلی بزرگه تو iOS ها که معمولا هم به چش نمیاد، یعنی یه جایی که 4 تا عکس دیگه، ولی خیلی اپ بزرگیه و تو iOS 18 کلن این یه زیر و زبر کامل شده، یعنی طراحیش و ساختار درونیش هم حتی تا حدودی تغییر کرده. میریم تو اپ فوتو، اولین چیزی که مواجه میشیم باش تو iOS 18 اینه که دیگه اونجوری با ریسنت باز نمیشه، یا قبلا ریسنت بود یا بر اساس تاریخ بود، بعد تو میتونستی منظم ببینی چیه، ولی الان میای تو کلن این شکلیه و نمیشه کاریش کرد. اگه میخوای عکساتو ببینی اینجوری باید بیاری پایین و میره بر اساس تاریخ، مثل همون حالتی که قبلا بود بر اساس تاریخ بود. بعد میدونیم باگ تاریخ چیه، مثلا یه عکسی که زمان داره و مال مثلا 5 سال پیشه، من میدم به دوستم ارتباط میکنم واسش و اون نگاه میکنه میبینه نیومده، چون این پایین نمیبینه، در واقع اون چون مال 5 سال پیشه رفته اون بالاها. و برای اینکه اینو بخوایم مرتب کنیم، اینجا یه گزینه تنظیم داریم، میتونیم بزنیم رو sort by recently add یا sort by date capture. وقتی میذاریم رو date capture یعنی وقتی که عکس گرفته شده، عکس 5 سال پیش میره اون بالاها. وقتی میذاریم رو recently add، در واقع هر وقت ما اینو گرفتیم میاد اون پایین واسه اون و دم دستمونه. فیلترهای دیگه هم داره، میتونیم بهش بگیم فقط ویدیوها رو نشونم بده و فقط ویدیوها هستش. بعد این بغلم میبینی علامت ویدیو هستش و اینو زبدر میزنیم میره، ولی این تنظیمه که برچه اساسی باشه میمونه. نگاه کنین، معمولا هم آدم ها یا عادت دارن این شکلی استفاده کنن یا اون شکلی که میذاریم همینجا رو ریسنتلی اد. به جز این بالا گزینه سلکت اومده که میزنیم باز میاد تو همین حالت. قبلا یه شکل دیگه بود و تو بتای اول اصلا این سلکت نبود، میتونیم عکس رو انتخاب کنیم شیر کنیم و اینا. یه سرچ داره که سرچ خیلی قوی تر شده. وقتی میزنیم مثلا من نوشتم نصب و این عکس ها توشون نوشته نصب داره. این نوشته ها رو خیلی سریع‌تر و راحت‌تر میخونه. قبلا این بود ولی خیلی کندتر بود و بقیه چیزا هم هست. مثلا سرچ میکنم برای گیاه، عکسایی که توش گل و گیاه داره اینا میاد، که خب این خیلی جدید نیست، فقط سازوکار و قیافش عوض شده. به جز این بالا سمت راست عکس خودمون رو میبینیم که از همینجا یه سری تنظیمات اپ فوتومون رو داریم. میتونیم آلبوم مخفیمونو خاموش کنیم و اینجا نشون نده و این خیلی مهمه دیگه. مثلا من این عکسمو میام هایدش میکنم، 3 نقطه رو میزنم از این بالا و هاید. حالا این پایین یه آلبوم داریم عکسایی که قایم کردیم اینجاست و میخواییم بریم یه جا اصلا میخواییم دم دست نباشه، اینو یه لحظه از اینجا خاموش میکنیم و میبینیم دیگه اصلا این فولدر عکسای مخفی شده از اینجا میره. دوباره بازش میکنیم برمیگرده. اوتوپلی ویدیو عکسای لایف، وقتی میری روی ویدیو در جا شروع کنه پلی کردن یا نگه داره خودت پلی کنی، که خاموش میکنی نگه میداره خودت پلی کنی. ویو فول اچ دی آر برای عکساس، برای ویدیوها نیست. ویدیو اچ دی آر رو در صورت اچ دی آر نشون میده. ویو فول اچ دی آر وقتی روشن باشه عکسای اچ دی آر مون رو با داینامیک رنج کامل نشون میده. شیر لایبرری در واقع یه بخشی از آی کلودمون میتونه باشه، یعنی اینو باز میکنیم و یه سری افراد این عکس ها رو میبینن که کلن اصلا من اینو ستاپش نکردم، این ورم میریم توش خاموشه، برای اینکه یه وقتی حواسم نیست یه سری عکس ها میره این تو و چیزای دیگر رو با بقیه ممکنه شیر کرده باشم، بیاد گروه هایی داشته باشیم یا میریم لاکا. کلن محض احتیاط من هرچی بخوام شیر کنم خودم براش میفرستم. ترجیحاً خودم از این استفاده نکردم و خیلی هم قدیمیه، فکر کنم از iOS 7 اومده رو iOS، این چیز جدیدی نیست. یه دونم فیچرد کانتنت داره که یه سری عکس تو خودش تشخیص میده فلان، کاملا اتومات. یه دونم هالیدی، بعد ساجستشن و افراد و اینا رو هم همه رو میتونیم ریسیت کنیم. مثلا 2 نفر شبیه هم میبینی قراقاتی زده،
اینو جای اون میشناسه، اونو جای این میشناسه، از همینجا ریستش میکنی و درست میشه. مثلا اینجا ریست و تمام، دوباره شروع میکنه از اول اسکن کردن و بهتر میشه. به جز این میایم پایین، اینجا ریسنت دیز داره که من عکسای گوشیمو تازه خالی کردم، 50 60 عکس بیشتر ندارم، ولی اینجا هم روز به روز مینویسه که برای چه تاریخی چه عکسایی تو چه تاریخی اضافه شده. تو پیپل میریم آدما رو میتونیم ببینیم که من فقط عکسای خودم الان تو گوشیم. بعد اینجا یه سری کالکشن داره، مثلا عکسای مورد علاقه، عکسایی که اخیرا سیو شده. رو نقشه عکس‌ها رو میتونیم ببینیم، مثلا میریم رو مپ و مثلا این عکس اینجاست، یا ویدیوها، اسکرین شات‌ها، مثلا این اسکرین شات‌هامون یه دونه داریم که همینا رو حالا جای دیگه هم هستش، یعنی صرفا اینجا نیست، ولی اینجا یه مودیفای اضافه داریم که میتونیم یه سری چیزای دیگر هم بهش اضافه کنیم. مثلا آدم‌ها و پت‌ها، حیوانات خانگیمون رو میتونیم اضافه کنیم که بیاد اینجا و خودش می‌گرده افراد و حیوانات خانگی رو میاره اونجا، مثلا ممورایز فلان. خیلی چیز نیست، میتونیم اینجا اضافه کنیم یا کم کنیم و میبینیم اینجا همجوری پر شد دیگه، پر چیزای مختلفه. میتونیم هم خلوت ترش کنیم، ولی بریم پایین تر آخر میرسیم به ادیت کلیش. یه سری ممورایز اینجا داریم، تریپ داریم، همون چیزایی که اون بالا هم اضافه کردیم، تریپ فلان، آلبوم ها، آلبوم هایی که ساخته میشن، حالا واسه واتساپ، نمیدونم دوربینه فلانه، فیچرد فوتو، نمیدونم بر چه اساسی این دوتا رو خودش انتخاب کرده، چیز نیست، خودش انتخاب میکنه. خلاصه بعد این پایین مدیا تایپ داریم که کلن میبینیم ویدیو، اسکرین شات، اسکرین رکورد، و میتونیم بریم داخلش روی خود مدیا تایپ بزنیم، میتونیم از همینجا صاف روی ویدیو بزنیم مثلا. بعد این پایین یوتیلیتی، یوتیلیتی اگه روش بزنیم لیست ها همینجوری میتونیم ببینیم، عکسای مخفی شده، عکسایی که اخیراً پاک شده، عکسایی که اخیراً سیف شده، یعنی با ایردراپ میگیریم، با واتساپ میگیریم هم اخیراً سیف شده به حساب میشه، یا اخیراً ایمپورت شده به حساب میاد که این پایین داریم. بعد اخیراً دیده شده، مثلا اخیراً 17 تا عکس رو من دیدم، اخیراً ادیت شده و اخیراً شیر شده، این 12 تا اخیراً شیر شده. و رو نقشه میتونیم چیز کنیم. یه دونم ریکاور داریم که عکساییه که ریکاور، چیز مخفیه، عکسیه که پاک کردیم و ریکاورش میکنیم، یا نه یه عکسی اصلا گم میشه، داشتیمش نیست و این خودش میگرده پیدا میکنه، یا عکس مثلا قدیمیه فلان، گوشش پریده، ایراد داره فایل عکس، نه که حالا دقیقا گوشش پریده، فایلش ایراد داره، و اینا رو خودش اصلاح میکنه میاره توی این فولدر ریکاور، که حالا اینجوری هم بخوایم میتونیم اینجوری ورق بزنیم اینا رو ببینیم. و یه دونه والپیپر پیشنهاد داده که اینم باز نمیدونم بر چه اساسیه، پیشنهاد خودشه، خودش تشخیص میده که این والپیپر رو مثلا بذار فلان. و جالبه این عکس رو من خیلی وقت پیش از رو گوشیم خالی کردم و هنوز اینجا تو پیشنهاداش هستش. این پایین هم یه کاستومایز داریم که میتونیم کلا اینجا رو خلوت کنیم، یعنی بگیم آقا والپیپر ساجستشن فلان بهمان اینا نباشه، هیچ کدوم نمیخوایم، همون ریسنت دیز تهش باشه. این بالا هم کلن فقط همون عکسامون باشه. این کلن اپ فوتوی من کوتاه شد، شد یه چیز خلاصه همینجوری ریزه. به جز این پایین ما همینجا اینم میتونیم بدیم این ور، و همین کاستومایز این بالا هم داریم، یعنی وقتی همه اینا هست همین شلوغ پلوغی که اینجا میبینین رو داریم، اینجا اینو میدیم سمت چپ و کاستومایز داریم. ببین اینجا یه گزینه هم داریم، میتونیم اینا رو راست و چپ کنیم، میتونیم اضافه کنیم، بگیم اینجا به جز عکس‌ها عکس‌های مورد علاقه هم نشون بده به علاوه یه ویدیو هم، و ضبط رو میزنیم. الان وقتی وارد اپ فوتو میشیم سمت چپ بزنیم عکس‌های مورد علاقه است، سمت چپ بزنیم ویدیو هاست،
بعد آخرش میرسیم دوباره به همین کاستومایز. این کاستومایز فعلا هستش دم دستمون اینجا، و اونی که نمیخوایم میتونیم پاک کنیم و از اینجا میتونیم نظم بدیم. از ته ته هم دوباره همین کاستومایز رو داریم. اما بجز اینا توی ستینگ هم، ستینگ اپ فوتو هم یه تغییرهای ریزی داشتیم. میایم توی ستینگ دیگه اپ فوتو که اینجا نیست، باید بریم تو پایین تو قسمت اپ ها و از اینجا بریم تو اپ فوتو که حالا ما سرچ میکنیم. میریم تو فوتوز و آی کلود فوتو این حرفا رو کاری نداریم. تنظیمات بالش همونهایی که تو خود اپ فوتو هم بهش دسترسی داریم. اما از اینجا به پایین دو تا گزینه مهم هستش که اضافه شده، یکی ترانسفر تو مک اور پی سی. اینو اگه بزنیم رو اتوماتیک نگاه میکنه داره به چه دستگاهی اینو میفرسته. مثلا با فرمت سازگارتری میفرسته، با فرمت های مثلا یه ویدیو داریم که این HEVCه، H265، ولی میخواییم بفرستیم رو یه کامپیوتریم، رو کامپیوترمون که اصلا نمیتونه درست HEVC رو بخونه، سنگینه واسش. اینو میذاریم رو اوتوماتیک، این خودش با تبدیلش میکنه به H264 و بعد میفرسته. واسه همین رو اوتومات باشه، میخواییم ایردراب کنیم به یه گوشی قدیمی، ممکنه 2 ساعت فقط آماده کردنش طول بکشه یه فایلمون بزرگ باشه. و اینو میتونیم بذاریم رو چیپ اورجینال که همون HEVC H265 رو بفرسته، تبدیلش دیگه نکنه به H264 بعد بفرسته که اون بتونه بخونه. ولی خب خیلی وقت هستش که لازم این قابلیت و اینو میتونیم بذاریم رو اوتوماتیک. این پایینم یه بخش جدید اضافه شده که سرچ تصویریه. خب اینو اگه باز بذاریم عکسامونو اسکن میکنه، چک میکنه و جایی که هستیم و میشناسه رو میفهمه. مثلا من الان از یه زاویه دیگه از برج میلاد عکس گرفتم، این تشخیص میده و این عکس رو میشناسه و چون یه سری ایندکس شده عکس هستش تو دنیا، این تا اینو میبینه اصلا بهت میگه این برج آزادیه. یعنی تو سرچ تو میتونی از برج آزادی عکس بگیری و تو همون سرچ اپ فوتو هم حتی بنویسی که برج آزادی، عکسایی که برج آزادی داری بیاد. البته این تو خیلی چیزای دیگه هم استفاده میشه، یعنی مثلا دیتایی که خود آیفونمون از عکسامون در میاره تو اپ فوتو، وقتی اینا رو منتقل میکنیم رو مکمون، این دیتا رو مکمون هم هست. یعنی دستبندی، نظم بندی و این حرفا هستش و تو چیزای مختلف خلاصه کاربرد داره، صرفا برای این نیستش که سرچ کنه ببینه و چیز کنه. چون قبلا بود، قبلا میتونستی مثلا هم مینوشتی، نوشته ها رو میخونوشتی، موز میآورد. یه ویدیو کامل قبلا راجع بهش درست کردیم، فکر کنم واسه iOS 17 یا 16 بود. قبلا هم این چیزا بوده ولی الان خیلی جدیتر شده برای مکانها، و مکانها رو هم میتونه تشخیص بده. میتونی هم اینو خاموش کنی که اصلا نگاه نکنه.